لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قسمت دیگه از برنامه راه کامیابی رو در خدمت شما عزیزانه با برداشتی دیگر از سوره های قرآن. در این سوره به داستان ابولهب و همسرش خواهم پرداخت. شخصیت هایی که به دنبال این بودن که جلوی راه کامیابی پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش رو بگیرن. چه بسا در زندگی خود شما بارها و بارها اتفاق افتاده، کسانی رو دیدید، باهاشون مواجه شدید، چه از نزدیکانتون، چه از وابستگان نسبی و سببیتون، چه از دوستانتون، چه از همکارانتون، چه از کسانی که رقبای شما بودن، تلاش کردن که جلوی کامیابی شما رو بگیرن، جلوی موفقیت شما رو بگیرن، جلوی سعادت شما رو بگیرن. اما وقتی درست شما عمل میکنید، وقتی درست خودتون رو در برنامه الهی قرار میدید، مثل اونها برخورد نمیکنید، بلکه به دنبال خیرخواهی هستید، به دنبال خوبی هستید، بدون اینکه شما کاری کرده باشید، میبینید اونها در نقشه هاشون شکست میخورن. چگونه است واقعا این اتفاق میفته؟ شما اراده ای نکردی برای شکست اونها، نقشه ای نداشتی برای نابودی اونها، برنامه ای نداشتی برای اینکه بتونی جلوی توطئه ها و حملات اونها رو بگیری. ساده بودی، بی پیرایه بودی، تنها بودی. اما چه شد واقعا؟ چرا این اتفاق میفته؟ فکر میکنم داستان شیخ طنطاوی رو براتون نقل کردم در مورد عروسی که در یک خانواده خسیس و طماع و حسود و ستمگر قرار گرفته بود، عروسی که برای مادر شوهرش به صورت برده در اومده بود و کنیزی بود، برای پدر شوهرش، برای عمه شوهرش، برای خواهران شوهرش، و شوهرش فقط به اون عنوان یک کالا نگاه میکرد. و چه ستمهایی که در اون داستان علی طنطاوی نقل میکنه، شیخ طنطاوی، که قبلا میگم داستان مفصلی بود براتون گفتم که خودشون قاضی حقوقی بود در اون دادگاه و این پرونده رو دیده بود و اصلا صحنه تصادف رو دیده بود و پیگیر شده بود که چرا اینجوری شده. شوهر تونسته بود توسط خانواده خودش به لطایف الحیل فرزند رو از فرزندان رو از مادر جدا بکنه، مهریه همسر رو باطل بکنه، جهیزیه اون رو مصادره بکنه، شخصیت و آبروی اون رو لگدمال بکنه، روح اون رو درهم بشکنه و اون رو دست خالی و خرد و افسرده به خونه پدرش بفرسته و خوشحال و خندان در ثروت و ناز و نعمت میغلطید و پای کوبی میکرد در کنام پدر خودش، مادر خودش، عمه خودش و خواهران خودش و همسر جدید انتخاب کرده بود. اما پایان اون داستان رو گفتم براتون که شیخ طنطاوی دید ماشینی با سرعت مدل بالا از کنارش رد شد و وقتی که پایین رسید دید ماشین چپ کرده و به جز یک زن جوان و دو بچه یا یه بچه الان دو ذهنم رفته همه مردن به طرز فجیعی. وقتی پرونده دادگاه رو بررسی کرد و اونها رو رفت ببینه کی بودن و چه شدن، بله، تمام این ثروتی که از این زن غارت کرده بودن، از مهر و جهیزی و از همه موارد، این بار برگشت به همون فرزندانی که از این زن زنده موندن و به خود زن و همه اونها به تباهی رسیدن. زیاد این داستان ها برای خیلی ها اتفاق میفته، هرچند که ما نباید بدخواه کسی باشیم،
هرچند ما به عنوان یه مسلمان باید خیر همه رو بخوایم، خوشبختی همه رو بخوایم، بخوایم که همه به سعادت برسن، همه به خوشبختی برسن، همه زندگی خوب هم تو دنیا داشته باشه هم در آخرت. اما گاهی افرادی هستند که واقعا نمیخوان، با بدی شکل گرفتن، خو گرفتن، با غیبت، با تهمت، با توطئه، با تخریب دیگران دست به هر کاری میزنن. داستان ابولهب همین گونه است. پیامبر خدا که رحمت جهانیان هست، پیامبر خدا که دشمن ترین دشمنانش رو به سوی هدایت دعوت میکنه و به اذن الله رب العالمین رأس دشمنانش ابو سفیان و هند رضی الله عنهما مسلمان میشن و در کنار پیامبر بعد از 2 دهه تلاش در دعوت بالاخره ایمان میارن. اما در همین مسیر دعوت پیامبر ابو جهل ها داریم، عموی ایشون رو داریم، ابو لهب رو داریم، همسر عموی ایشون رو داریم، ام جمیل رو داریم، کسانی که بدی، زشتی، پلی آلودگی، کینه در درونشون موج میزنه. دیگه اینجا خداوند وارد میدان میشه، اینجا لازم نیست که رسول خدا وارد میدان بشه، خدا هست که در برابر عموی رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار میگیره و اعلان نابودی میکنه که ابولهب نابود شد، ابولهب شکست خورد، ابولهب بدبخت شد. ابولهبی که چهره درخشان داشت، چهره زیبا داشت، ابولهبی که وقتی اسباری میشد مثل شیر میغرید، چه شد؟ همسر ابولهب چه شد؟ ام جمیل چه شد؟ ام جمیلی که این ور میرفت اون ور میرفت، توطئه میکرد، در مسیر پیامبر خار پهن میکرد، دیگران را علیه رسول خدا تحریک میکرد، خداوند نابودی اونها رو در دنیا به تصویر میکشه. بماند این که چه شد بر سر اینها در دنیا آمد، اما تصویر شکست و تباهی و بدبختی و ذلت و خاری اونها رو هم در آخرت خداوند به تصویر میکشه. تصویری که در دنیا همسر ابولهب از خودش درست کرده بود و ریسمانی رو با خودش حمل میکرد و خارهایی رو میکشید جلوی پای رسول الله مینداخت، تمام نیروی خودش رو به کار میگرفت که توطئه ها رو علیه پیامبر خدا و یاران پیامبر به کار بگیره. تصویری خار کننده در قیامت، ریسمانی در گردنش افتاده و کشان کشان هیزم آتش جهنم رو، آتش سوزان خود و همسرش رو میاره. بله دیگه اینجا ثروتشون جواب نمیده، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. بله این ثروت، این دارایی، این شوکت، این نیروها دیگه به دردش نخورد، کمکش نکرد. چرا؟ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به دنبال پاکی، سعادت، خوشبختی، کامیابی بود، به دنبال بندگی بود. اونها در برابر بندگی قرار گرفتن، اونها در برابر نور الهی قرار گرفتن، سرانجامشون همین چنین شد. پیامبر خیر میخواست، اونها شر میخواستن، پیامبر به بهشت دعوت میکرد، اونها به جهنم دعوت میکردن، از روی حسادت، از روی شرارت، سرانجامشون هم مشخص شد. پس ای بنده خدا، اگر من و تو همین چنین فکر کنیم، من و تو هم به دنبال خوبی و سعادت باشیم، به دنبال پاکی باشیم، حسادت رو از خودمون دور بکنیم، بدخواهی رو دور بکنیم، خیرخواهی رو روزی خودمون بکنیم، به دنبالش باشیم، تلاش بکنیم، پاکی رو به دنبالش باشیم، از اون ابزارهای زشتی که دشمنان استفاده میکنن استفاده نکنیم، بلکه از خدا خیر بخوایم، اون کسانی که دشمنان ما هستن قطعاً اگر خیری باشه خداوند هدایتشون میکنه. و اینو بدونید، اگر اونها قابل هدایت نباشن، ذات و درونشون سیاه شده باشه و اعمالشون سراشر از آلودگی و تباهی باشه و هدایت برشون مقدر نباشه، خداوند اونها رو هم در دنیا و هم در آخرت تباه میکنه. زیاد نگران نشیم، رو به الله بیاریم. راه کامیابی رو به الله آوردنه، رو به صداقت آوردنه، رو به پاکی آوردنه، رو به هدایت آوردنه، رو به برنامه الهی، با دل پاک، با فکر پاک،
با اندیشه پاک بر روش خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه، السلام علیکم و رحمت الله.